پیام قیام سراسری مردم ایران که براندازی و سرنگونی تمامیت رژیم آخوندی هست، این روزها در بیان دولت مردان جهان و سخنگویان و چهره های بین المللی و رسمی دولت ها شنیده میشه. این پیام در شعارهای مردم که هر روز رادیکالتر میشه هم خیلی بارز و مشخص هست. اما در پس این شعارها چه واقعیتی نهفته؟ چه فرهنگ و اهدافی رو نمایندگی میکنه؟ همراه هستیم با آقای دکتر رضا پچراک، حقوقدان از انگلستان. سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام خدمت شما و سلام به همه مبارزین آزادی در میهنم و در سر تا سر جهان. درود بر شما. اینجور ایستادند و در ضمن تسلیتی کلان، تسلیتی از تمام تک تک سلولای وجودم دارم برای مردم میهنم و بخصوصا برای زاهدان که این روزها عزادار سنگین در همه خاش نوشهر، هر تمام ایران آدم دیگه اسم بردن به قول معروف کارکرد خودش رو از دست داده، ولی امیدوارم، ولی ایمان دارم. یعنی هر طرف که نگاه میکنم میبینم که سر تا سر میهنم در آینده یادواره ای از این آتش زندگی و انسانیتی که امروز در ایران داره ریش و ریشه این جریان جنایتکار، این شبکه مافیایی به قول جهان سراسری رو داره به قول معروف ریشش رو میسوزونه. بله خیلی متشکرم. درود بر شما آقای پچراک. بیان شعارها و خواسته های ملی در واقع رونمای یک خواسته ملی هست. از نظر شما در پس این کلمات و شعارهایی که این روزها میشنویم در شهرهای مختلف میهنمون، در دانشگاه ها، چه حرفی، چه حقیقتی، چه واقعیتی جریان داره؟ بله، در خدمت شما بگم که یک اصل در حقیقت شناخته شده در بیولوژی به قول معروف رفتاری مغزی و عصبی هست و اینی که احساس و این قسمت میانی مغز در حدودن و این قسمت پیشا مغزی، یعنی به قول حالا زبونشو میگم بچه دانشگاه باش آشناترن، اون لیمبیک سیستم و پریفرونتال بخش پیش و مغزی، اون این وقت از تمام زندگی بشر نتیجه در حقیقت دامنه این بخش مغز با قسمت جلوس که ماشین حساب تصمیم گیری انسانه، یعنی مداوم این دستگاه حسی که این دستگاه حسی همه چیز رو در بر داره، از عشق به زندگی تا وحشت از مرگ تا همه اینها رو داره و با اون دستگاهی که به قول معروف همه چیز رو محاسبه میکنه و خاص بیش از هر چیز خاص انسانه، این در حقیقت این است. نتیجه اینه تمام حرفایی که میزنیم، تصمیمایی که میگیریم، این یک نوع رابطه بین اینها وجود داره. و زبان در حقیقت دریچه نگاه به مغز انسانه. مغز انسان هم یعنی تمام تجربیاتش، تمام خاطراتش، تمام آموزشاش، تمام یادگیریاش، تمام اینها در حقیقت انسان رو تشکیل میده. اینم که اینی که ما نگاه میکنیم زبان خاص به این شکل پیچیدهش خاص انسانه، یعنی بهش میگن وایرده، یه چیزیست که تو مغز انسان این در این بافته شده است با توی مغز انسان. حالا از این گزارش کوچولوی بیولوژیک و زیست شناسانه که ما عبور بکنیم به اینجا میرسیم به اینکه این شعارها نه فقط امروز درون ذهن، درون مغز انسانهای ما رو، مردم ما رو داره نشون میده که چه میخوان و چه خواسته هایی، چه جهانی، چه آینده ای رو میبینن. یعنی وقتی که نگاه میکنیم با تمام جنایات ضد انسانی که این جریان داخل کشور ما کرده یا ترس و وحشتی که تو دنیا پراکنده، امروز باز نگاه میکنیم میبینیم که هنوز نتونسته مغز انسان ها رو اونجوری که میخواسته تسخیر کنه و این جنگ روانی رو از مردم ما ببره. امروز من خوشحالم اینه که این
مبارزه روانی، مقاومت روانی که در وجود تک تک مردم میهن ما جریان داشته طی این سالها، که اینها فکر میکردن مردم هیچی نمیبینن، خیلی ها نمیفهمن، بهش میگن یک وضعیت کاتاتونیک، یعنی وضعیتی که آدم ها انگار هیچی نمیفهمن، نه حرف میزنن نه چیزی، یه کاری میکنن، ولی یه مرتبه که پامیشن میبینید شاهد همه چی بودن، همه چی رو شنیدن، همه چی رو دیدن، همه چی رو بیا سپردن. امروز این شعارها نشوندنده اینه که این مردم چه آینده ای رو میخواند و چه شناختی از روزگار خودشون دارن. یعنی هر کس که فکر میکرده در پس پرده ای خفته و دیده نمیشه، هر جریانی که فکر میکرده مخفی شده مثل مار در به قول معروف گوش و کنار این گلستان این میهنمون اینجور اونجا میخزیده، امروز اومده بیرون. این شعارها در حقیقت دریچه‌ای به اون ذهنیت جمعی جامعه ماست که از نظر انسانی و سیاسی این چیزیست که به قول معروف این درون اون جوشش، اون به قول معروف خونی که در زمینه فرهنگی میهن ما زنده و جوشانه، داره اینا رو نشون میده. و رابطه زبان، رابطه زبان با رفتار، یک رابطه در حقیقت، یعنی در زبان یه ذره یه از زبان کم میارم خودم سر این رابطه، ولی امروز اینی که شما میفرمایید امروز هست. اما یه اشاره دیگه من اگر اجازه بدید دارم، خواهش میکنم، من معذرت میخوام آقای دکتر، فقط من واقعا پوزش میخوام که میان کلام شما آمدم، اما اجازه بدید که من یک خبری که به دستم رسیده رو الان عرض کنم. همین الان که ما شما با هم صحبت بکنیم، در میهنمون خبرهای قیام در جریان هست. در کرج، در شهرک بعثت، جوانان در خیابان تظاهرات کردند و شعار میدن امسال سال خون، سید علی سرنگونه و آزادی 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 و مرگ بر دیکتاتور. این هم شاهد و در واقع بیانیه همین فرمایشات شما در رابطه با همین شعاری که برخواسته از ذهنیت جمعی مردم ماست. خواهش میکنم بفرمایید. فقط در ادامه اگه میشه اینم توضیح بدید که در حال حاضر در میهن ما، در کف خیابان، کدام حرف هست که غالب هست و در واقع انقلاب رو پیش میبره؟ اون چی که مسلمه در پیش روس، یعنی بدون هیچ انکاری ما میبینیم، رد مطلق استبداد. یعنی ببینید، من یه نکته کوچیک رو بگم. یه ما نکته داریم به نام بحث آزادی که میکنیم، بحث این مقاومت در دامنه خودش از یک زمینه فلسفی و علمی عبور کرده. یعنی این خیلی جالبه و این سرمایه امروز داره تو جامعه خودش رو نشون میده. ببین، آزادیایی داریم که بهش میگن آزادیای مثبت، یعنی کسی میتونه کاری بکنه. مثلا میگن یک نفر میتونه بره رأی بده، یا نمیتونه میتونه بره دانشگاه، یا میتونه غذا بخوره. اما یه طرف ما یه سری هست بشیم آزادی های سلبی، یعنی جامعه رو ما از طریق این آزادی های سلبی اندازه گیری میکنیم. یعنی اینکه برای اینکه شما آزاد باشید چه آزادی هایی رو ازتون میگیرن و چه پیش شرط هایی رو براتون میذارن، که این نظام فعلی ظرف این 40 سال دقیقاً کارش همین بوده. یعنی اون چرا از مردم گرفته و سلب کرده، و برای اینی که بتونن زندگی شروع بکنن. حالا این یه همچین جامعه آزادی کشی که این آزادی رو در حقیقت به صورت بسیار موذیانه و بسیار پلید و کثیف و روانی از طریق به شیوه‌های سیاه و تباه این کار کرده، امروز ما میبینیم که مردم دارن میگیرن. مردم امروز موانعی رو که در سر راه اونها پیش شرط برای زندگی ایجاد کنه دیگه نمیخوان. و این دیکتاتوری رو امروز یه بحث خیلی جالبی است که ما داریم میبینیم، دیگه مردم رو به گذشته، اون گذشته رو به یاد میارن. خیلی ها فکر میکردن که این ظرف این 40 سال خورده گذشته مردم گذشته رو یادشون رفته، یعنی یعنی فکر میکردند که در حقیقت یک جور مرور زمانی ایجاد شده که این مرور زمان شامل جنایات ضد انسانی، جنایات حیوانی و جنایات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تو در گذشته باعث این شده. اما امروز این نشون، یه سری از شعارها
خب نشون میده که مردم ما گذشته رو، جنایت رو بر هیچ کس در طول تاریخ نمیبخشن. هیچ مردمی جنایتی رو که در طول تاریخ براشون رفته تا امروز نبخشیدن، یعنی نه فراموش میکنن نه میبخشن. به محض اینکه در هر جامعه ای هم فوران اجتماعی رخ میده، جنایتکارانی که در طول تاریخ مردم رو دچار مصیبت و آسیب کردن، اینا رو مردم بیاد میارن. و که تو این رابطه من میگم این شعار بسیار بسیار شعار قوی و از به قول معروف و شعار گویایی که امروز وجود داره، یکیش همین نه شاه میخوایم نه رهبر، مرگ بر ستمگر. بله. یعنی رد کردن ارتجاع در تمامیتش، نه اینی که فقط ارتجاع خمینی رو به قول معروف بشورن ببره، نه، مردم ما شعارهای امروزش من جمله سه بار تأکید آزادی تو شعاری خیلی من، یعنی این بغض توش هست. دکتر ملکی یادم خدا رحمتش کنه، ایشون مصاحبه کوچیکی باش کردن، استاد دانشگاه بودن قدیم، همه میشناسنشون، گفتش که آزادی کجایی؟ یعنی این بغض سنگینی که در وجود مردم ما برای آزادی خوابیده امروز داره خودشون نشون میده. و ارتجاع این انقلاب در راه، این انقلاب در حال میلاد نشون میده که میخواد ارتجاع رو با در تمام زمینه ها و با تمام اون به قول معروف ستون های خفته و آشکارش این رو بشوره و ببره. بله، خیلی خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و سپاسگزاریم از توضیحات روشنگرتون و اطلاعاتی که با ما به اشتراک گذاشتید. خسته نباشید، پیروز باشید. خدا نگهدار شما.